گوش بدن خرافه پرستاتون رو، باید کنار بیاین با ما، اینه تنها را. دختری از ایر و تبار مذهبی، مادر سختگیر و یه پدر عصبی، عشق همجنسشون رسون به جنون، دلخون از نگاه من آداره اینو، زد دلو به دریا گفت من انسانم، میگذرم من واسه حقم از جانم، مادر عشق نداره که هیچ حد و مرزی، نکن ما زندگی دخترت بازی، منو مثل شما بنده ی همون خدام، همجنسگرم ولی نمیشه ادعام، پوزخند تلخی روی لب مادر، شرف دل دختر نقص بشه باورش، پدر با اشتیاق حرفاشو خوب داد گوش، زیر مشتلک تفلکی شد باشو زجه بزن و بکن استغفار، مگه نمیدونی زن یعنی استثمار، واسه تعمید دادن اونو زیر آب جوش، چون نهی از منکر وظیفه رو دوش، چرخیدن تو مطبخ و کتک خوردن، باشه کنجه اونو خونه یه شوهر بردن، شبا تنش رو استخبه گره دسته مرد، ولی هنوزم عشق زن و زمزمه میکرد، جلو آینه نشستن و خیره شدن، کاری از پیش نمیبره پس باشو زن، برداشت تلفن و گرفت یه شماره، ترسش این بود نکنه که بر نداره، شنید صداشو یهو دلش لرزید، مغز جا خوش کرده توی گلوش درکی، من میخوامشم از عشق تو دیوونه، داد میزنم تو همه دنیا بدونه، از باورم هیچ شرمی ندارم، من خوابیدم با مرد و دوست ندارم، بزن موازی بینشون دیوار چین، لسبیان امیر کبیر ایران حمام فین، از لسبیان ایرانی از افباره، فهمن مثل زندگیش رجنزاره، چه سرایی که به دار سنت آوی، چه خونایی که واسه کشف گل ریخ، میگی لسبیان تو ایران نه محاله، ولی جونشو میگیره سنگ وسط چاله، لسبیان زیاره زیر پوسته ایران، باز کن چشتو ببین من همین جا، یه زدی بازادی بیان با لسبیان، آدم ها با هر عقیده حق زندگی داره، خیلی وقت دیگه تنها به زور پوسیده، چنگ بزن و میدو سای سکای رسیده، سر زندگی تو دست خودت بگیر، واسه هدفت کشته شو اما نه، سرنوشتش با چوبه دار تو همه، زنی که معشوق زن بشنوین همه، سر صحنه توی تئاتر زندگی، زن یه سیاهی لشکر همیشگی، نه حق داره عشقشو ابراز کنه، نه میتونه سفره دلشو باز کنه، اجتماع واسه اون مثل جهنمه، اشتباه نکن ولی اونه که مریمه، نمیخواد با یه مرد روی تخت بخوابه، اینه میسوزونه شماها رو، این عذابه، چقدر بگیره تصمیم جای زن مزکر، چرا خاک وطن خالی از حقوق بشر، سنگسار روح تو قرن 21، مدعی که با خدا داری سلام علیک، آخه چی کار کرده مگه به جرم چی، چون رو تنه یه زن کرده نقاشی، چرا زنی که حتی نداره احساسی به من، روزی صد بار بکن آرزوی مرگ، آمار طلاق میدونی چرا بالاست، نگو زن نسازه ببین اشکال کجاست، اون تا زنده است عاشق همجنسشه، حتی اگه مردش بهترین باشه، این حس قوی تر از قانون جاذبه، بس حسه بین اونو مرد یه فیلو دافعه است، زن نمیمیره نمیپوسه نمیشه داغ، و تازه فکر توی که مبتلاست به تام، همجنس بازی هست یه مقوله جدا، خیلی توفیر داره با همجنسگرا، تو با جنس مخالف خوبی خوب باش، ولی حق لزبیان هم از سر جاش، دیگه گذشته داره یه زور و تحقیق، با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم، امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. ما باید علیه هر نوع نابرابری مبارزه کنیم، علیه هر نوع ستم و تبعیض. وقتی از نابرابری صحبت میکنیم، فقط صحبت از نابرابری طبقاتی و استثمار و بهره کشی نمیکنیم. وقتی از نابرابری صحبت میکنیم، فقط صحبت از تبعیض و ستمی که علیه نیمی از جمعیت یعنی زنان میره سخن به میان نمیاره. وقتی از نابرابری صحبت میکنیم، فقط صحبت از ستم علیه اقلیت‌های ملی، قومی، مذهبی و نژادی نمیکنیم. بشریت امروز به ویژه در دهه‌های اخیر در جنبش‌های اجتماعی گوناگون معنای جدیدی به حقوق بشر بخشید. در واقع حقوق بشر رو گسترده‌تر از نرم‌های تاکنونی کرد. اون این که دفاع از حق گرایش جنسی و مبارزه علیه همه اشکال هوموفوبیا، یعنی افراد، سیستم‌ها و قوانینی که همجنسگرایان، دوجنسگرایان و فرانورمگرایان رو مورد تحقیر و تبعیض و سرکوب قرار میدن نیز جزی از این مقوله حقوق بشر شد. در سایه مبارزات اجتماعی نیروهای مترقی، چپ و بشردوست، ما آرام آرام شاهد تحول هم در آگاهی توده ها و هم در پروسه تغییر قوانین
در کشورها و دولت‌های مختلف هستیم تا اونجا که در برخی از کشورها اکنون حق ازدواج همجنسگرایان به رسمیت شناخته شده. در برخی کشورها اخیراً در برزیل و هند جنس سوم هم رسماً وارد قوانین کشور شد. رادیو تلویزیون برابری هر از چندی های سعی کرده به این مسئله بپردازه. اگه به وبسایت رادیو تلویزیون برابری مراجعه کنید، ما گفتگوها و گفتارهایی از نسیم صداقت، شادی امین، سعید سعادت، خود خانم مهناز قزلو داریم که نگاهی میاندازه به جوانب مختلف این مسئله. امروز نیز به انگیزه ایجاد سازمان فرانورمگرایان در سوئد که خانم مهناز قزلو دبیر اون هستند، مجدداً به این مسئله میپردازیم. ضمن این که گزارشی از سمینار مربوط به تشکیل این سازمان جدید تأسیس از ایشون میگیریم، جوانبی از مبارزه برای حق گرایش جنسی رو سعی میکنیم در جریان این گفتگو باز بکنیم. خوب، مهناز قزلوی عزیز، من ازت تشکر میکنم که در این گفتگو با بینندگان تلویزیون برابری همراه هستی. از اونجا که ممکنه در جریان گزارشی که میخوای از چگونگی ایجاد سازمان فرانورمگرایان بدی و همچنین بحثی که در مورد چند چون حق گرایش جنسی میخوای بکنیم، مقدمتا من از تو میخوام که روی برخی از واژه ها مکس کنی و این رو برای بینندگانی که احتمالا ممکنه آشنا نباشن با این واژه ها، برای اونها معنای اونها رو توضیح بدی. واژه هایی مثل فرانورمگرایان، هوموسکشوال، لزبیان، گی، بایسکشوال و اصطلاحاتی از این دست. به گوش هستیم، میکروفون در اختیار شماست. با سلام به بینندگان تلویزیون برابری، در پاسخ به پرسش شما باید بگم در این حوزه زمانی که ما میخواییم صحبت کنیم نیاز داریم که تا حدی تعریف این واژگان رو کم و بیش بدونه. از جمله واژه LGBT هست که مخفف واژه های لزبیان به مفهوم همجنسگرای زن و گی به مفهوم همجنسگرای مرد و بای به معنی دو جنسگرا بایسکشوال و ترانس به مفهوم تغییر جنسی ها هست، که البته محدود به این هیته نمیشه، چرا که ما در واقع در این حوزه سه کاتگوری اصلی داریم به مفهوم جنسیت بیولوژی، زن، مرد، که میتونه شامل بی جنسی و دو جنسی هم باشه، و در این حال گرایش های جنسی و هویت های جنسیتی هست که از طبقه‌های مختلفی برخورداره. اینکه فرد چه گرایش جنسی داره و جنسیت بیولوژیکش چیه میتونه دو چیز متفاوت باشه. واژه فرانورمگرایان واژه است که در واقع میتونه مترادف واژه پرانورماتیو باشه. سال گذشته که در انگلیس من بودم، ضمن اینکه دسترسی من به منابع معتبر انگلیسی زبان زیاد هم بود، برای این شدم که بتونم توی این ترمینولوژی واژه فارسی رو در بیارم، و بعد از مطالعه بیش از 18 کتاب که منابع معتبر انگلیسی زبان هست، واژه‌ای که به توصیف و تعریف انسانی این جامعه بیشتر از پیش پرداخته بود، به طور مشترک اون رو من احساس کردم نزدیک‌تره، البته واژه‌های دیگری هم بود، واژه پرانورماتیو بود به معنی فرانورمگرایان، و به این مفهومه که این افراد، گرایشات این افراد فرای نرم های حاکم بر جامعه است، و نرم به مفهوم طبیعی نیست، بلکه نرم به مفهوم سنت های رایج و سنت های حاکم است. آنچنان که میدونیم نرم نمیتونه اساساً درست باشه یا غلط باشه، همه چیز، همه پدیده ها آنچنان که نسبی هستن، بحث نرم و نرماتیو هم به همین شکله، و نباید واژه نرم
با نرمال طبیعی یا غیر طبیعی یا بیمار منحرف اشتباه بشه. نرم به مفهوم نرم ها و هنجار هایی است که در یک جامعه حاکمه. مثلا در 1500 سال پیش اگر دختران رو به گور زنده به گور میکردن یک نرم بود، خیلی عادی بود. اگر در دوره کمون اولیه این زنان بودند که دارای همسران متعدد بودند، این نرم در آن زمان بود، بسیار هم عادی جلوه میکرد و به نظر صحیح میآمد. اما از اونجایی که همه پدیده ها نسبی است، در یک زمان میتونه به نظر بیاد یه چیزی درسته، اما در زمان دیگه به نظر بیاد که درست نیست. همچنان که در دههای قبل ما شاهد این بودیم که در میادین کشورهای مدرن اروپایی مانند مثلا فرانسه گیوتین زده میشد و به نظر میآمد که بسیار هم نرم باشه و عادی باشه، ولی آنچه که مسلمه چنین چیزی نیست. همچنان که چیزی که ما در این زمان به خصوص داریم زندگی میکنیم، به نظر میاد که جامعه مردسالار، نظام مردسالار تعریفش در یک نظام به دو قطبی زن و مرده، یعنی آنچه که حاکم برای جامعه از یک فضای هیترو نرماتیوه، یعنی آن چیزیست که اگر زن است، زن بیولوژیک مساویست با این که باید حتما لزومن به مرد گرایش داشته باشد، و اگر مرد بیولوژیک است باید به زن. و در این قالب و این کلیشه صرفا اون جامعه مرد سالارانه تعریف میشه، در حالی که اینجوری نیست. ما این تضادی هم که اون جامعه مرد سالارانه با این تعریف انسانی با این هویت ها و گرایش ها احساس میکنه، دقیقا هم در همینجاست، برای که ناقض اون کلیشه هاست، ناقض اون نرم هاست، ناقض اون هنجارهای رایج و سنتهای حاکم بر جامعه است. و واژه مناو به مفهوم انسان هست. کلمه انسان کلمه است، واژه است عربی که معادل فارسی اون اگر در واژه و فرهنگهای لغت نگاه بکنید به مفهوم انسان هست. در ارتباط با این سمیناری که برگزار شد در سوئد و همچنین نهاد جدید تأسیسی که به وجود آوردید، چه بحث‌های اونجا مطرح شد؟ هدف از ایجاد این نهاد چی بوده؟ سمینار شامل چه بخش‌هایی بوده؟ سخنرانی‌ها و اینا مفصل میتونید توضیح بدید؟ چنان که میدونید طی 2 هفته گذشته سازمانی به نام سازمان فرانورم گرایان ماناف در کشور سوئد در شهر استکهلم تأسیس شده و که در حمایت از جامعه همجنسگرایان، دو جنسگرایان، ترنس و به طور کلی فراجنسی و فراجنسیتی ها هست، که آنچه که پیش رو داشت، اولین مناسبت مراسم جشن فستیوال پراید در شهر استکهلم بود که آنچنان که میدونید بیشتر به جشن فستیوال پراید اسکاندیناوی معروفه، یعنی تمام کشورهای اسکاندیناوی مانند فنلاند، دانمارک و نروژ و خود کشور سوئد، که طبق آمار دولتی بیش از 500 هزار نفر راه پیمایان داره و 1.5 میلیون کسانی که گرد میان تا در این جشن به انواع مختلف شرکت کنند، یعنی نزدیک به 2 میلیون در واقع شرکت کننده داره. پنجشنبه 31 که این البته دورش از 28 جولای شروع میشد تا 2 آگوست، ما قرار رو بر این گذاشتیم که روز 31 جولای سمیناری داشته باشیم و از کسانی دعوت کردیم که در این سمینار باشن و مسائل خاصی رو آنچه که مد نظرشون هست، ضمن اینکه تم فستیوال استکهلم بود آن یک روز معمولی رو در واقع بتونن ارائه بدن. آنچه که ما اون در روز پنجشنبه 31 جولای داشتیم بازخوانی یک مطلب و مقاله بود از همجنسگرای زن به نام یاسمن که در کار ترجمه و نگارش در 2 مجله اقلیت و ماناف هست، دست به ترجمه میزده، یک کتاب رو در حال ترجمه داره. بازخوانی نوشته ای از اون شد که من مایلم یک پاراگراف از آنچه که یاسمن نوشته بود رو براتون بخونم.
یاسمن می نویسه یک روز عادی من، روزهای من انقدر عادی سپری می شوند که خودم هم گاهی شک می کنم این آدم عادی در این روز عادی چطور می تواند اینقدر غیر عادی باشد. او در بخش دیگر از نوشتارش می نویسه چرخ خیاطی جهاز مادر بزرگم باش کار می کردم که الان هم بعد از اینکه دچار مدرنیته اجباری شده احتمالا قرار است جهاز من باشد. البته اگر بتوانم زنی را راضی کنم که مرا به زنی قبول کند، یا شاید زنی مرا راضی کند من او را به زنی قبول کنم. مقاله من بخش های بسیار خلاصه و نکات برجستش رو برای شما خوندم و در قسمت بعدی سخنران بعدی ما ترانس فرد شخصی بود ترانس به نام نوید در ترکیه که از شرح حال خودش رو و تجربیات شخصی خودش رو گفته بود و با تصویری که به ما داد نشون داد که ایران نه تنها بهشت همجنسگرایان نیست، بهشت ترنس ها و تغییر جنسی ها نیست، بلکه جهنم اونهاست و اندام جنسی اونها سلاخی میشه و تحت فشارهای بسیار زیادی هن برای امور اجتماعی خودشون، برای هویت یابی اجتماعی خودشون، مثل کارت سربازی، مثل دوران تحصیل و متاسفانه برای اینکه اینها اجازه داشته باشن کارت هویت جدید رو داشته باشن ناچارن در یک محدوده زمانی خاص دست به سلسله عملهای جراحی بزنن که با توجه به اینکه از نظر مالی کشور دولت ایران واقعا کمک نمیکنه به این افراد، اینها مجبورن که خودشون این رو تامین کنن و گاه به دلیل مشکلات مالی ناچار از انجام عملهای غیر استاندارد هستن که معمولا البته در ایران عملها بسیار غیر استاندارده و به این آسیب‌های بسیار زده میشه. و در بخش دیگر اینکه به خاطر عدم امکانات مالی و تأمین مالی ناچار میشن یا عمل جراحی نکنن یا عملهای بسیار غیر استانداردی رو به اندام خودشون تحمیل کنن. سخنران بعدی ما خانم مهری جعفری حقوقدانی هستش که در کشور ایران قبل از اینکه مهاجرت کنند جزو وکلای پایه یک بودن و در حال حاضر در کشور انگلیس زندگی میکنن و از حقوقدانان برجسته ای هستند که در انگلیس به کار تحقیق در حوزه همجنسگرایان، دو جنسگرایان و ترنس ها مشغول هستند. ایشون در واقع بررسی داشتن نسبت به مقایسه قوانین مجازات اسلامی قبل و بعد، یعنی چون تغییراتی در قوانین مجازات اسلامی بود به ویژه در حیطه جامعه انسانی فرانورمیرایان انجام شده، به مقایسه قانون قدیم و قوانین جدید پرداختن و در این حال تأکید کردن که همچنان با علارغم اینکه تغییراتی انجام شده ولی همچنان تمام قوانین بر ضد این جامعه انسانی است و نقض عینی حقوق بشر ایشون تلقی کردن. چنانکه میدونید در قوانین مجازات اسلامی همجنسگرایی جرم محسوب میشه و اشد مجازات یعنی اعدام بهش تعلق میگیره. در ادامه ما سحر مصلح رو داشتیم که یکی دیگر از شرکت کنندگان ما در این سمینار بود. سحر مصلح خودش یک لزبیانه، ضمن اینکه تاکید کرد متاسفانه بسیاری هستند که از این مسئله میخوان که تنها در واقع استفاده سیاسی بشه در حالی که اینجوری نیست و مایل بود اسلام سیاسی رو با اسلامی که فرد میتونه بهش معتقد باشه جدا تفکیک کرد و در این حال از تجربه شخصی خودش حرف زد تو این سخنرانی و اینکه چطوری کامات یا علنی شده و مثلا اون پروسه‌ای که با خانواده و به خصوص پدرش داشته که اون رو مثبت ارزیابی کرد و اینکه حتما خبر دارید اخیراً با همسرش که به طور مدنی در کشور سوئد ازدواج کرده بود
یک ازدواج عقد اسلامی هم داشت که امام لودویک محمد ظاهر از کشور فرانسه اینجا اومد و ایشون رو با عقد اسلامی و عقد ازدواج یکدیگر علاوه بر اون عقد مدنی که در کشور سوئد داشتن به صدا به عمل آورد. سخنران بعدی خب خود من بودم به عنوان دبیر سازمان فرانورم گرایان ماناب. بسیار علاقه داشتم که بحثم رو در این سمینار تو حیطه میشل فوکو و نظریه کویر داشته باشم که کمتر در ایران در این حیطه میشل فوکو رو میشناسن، ولی متاسفانه به دلایل مسائل مختلفی که درست همزمان با تأسیس سازمان فرانورم گرایان ماناب پیش آمد ناگزیر شدم از اینکه بحثم رو تغییر بدم و در اون سمینار من در واقع با این آنچه که گفتم در رابطه با هویت سیاسی خودم و هویت در واقع جنسی خود من بود که در ایران با چه مشکلاتی به عنوان تجربه شخصی با هر دو روبرو بودم و اینکه در حال حاضر و مدت‌های مدیدی است که من به طور منفرد و مستقل فعالیت های سیاسی خودم را انجام میدم و جبی که متاسفانه به طور موازی سازمان های موازی بر علیه ما وجود نمیتونم بگم سازمان ها به حال یه جب رقابتی که به وجود اومده بود، در حالی که پیام ما پیام دوستی و صلح و عشق بین انسان هاست و تاکید کردم در این سمینار که اگر واقعا خواهان آن هستیم که برای این جامعه بخوایم فعالیت کنیم باید در دست هم بدیم، در کنار هم باشیم و نه بر علیه هم، چرا که اساسا جامعه فرانورم گرایان جامعه است که به طور کلی در اقلیت است. و در بخش دیگری از حرفام و سخنرانیم اشاره کردم که در واقع فرانورم گرایی یا هر نوع گرایش یا هویت جنسی و جنسیتی درست مانند نژاد، انواع و اقسام گوناگونی نژادها، زبانها، رنگهای پوست و ویژگی های دیگر انسانی است که باید مثبت تلقی بشه و اقلیت بودن این گروه انسانی هیچ تحقیری برش تحمیل نخواهد شد و نمی بایست که بشه و شایسته است که در جامعه‌ای که ما زندگی می‌کنیم، در جهانی که ما زندگی می‌کنیم، این گوناگونی مثبت ارزیابی بشه و همچنان که ما هویت‌های مختلف، زبان‌های مختلف، نژادهای مختلف، ملیت‌ها و قومیت‌های متفاوت و مختلفی داریم، هویت‌های جنسیتی و گرایش جنسی متفاوتی داریم که باید شناخته بشه و دانشمون رو وظیفه ماست. و بخش دیگر از اون چی که مایل بودم تاکید کنم اینکه اساسا یکی از انگیزه های من برای تأسیس چنین سازمانی این بود که وقتی در سال 2006 به کشور سوئد اومدم متوجه شدم متاسفانه که بسیاری از هموطنان من که از اعضای این خانواده، یعنی خانواده کویر، خانواده پراجنسی و جنسیتی ها هستن، با توجه به این که 20 یا 30 سال دارن در این کشور زندگی می کنن و از کشور ایران و جمهوری اسلامی دور هستن، متاسفانه باز هم در رنج و آزار هستن و بنابراین ما نمیتونیم صرفا جمهوری اسلامی رو مقصر بدونیم و انگشت اتهام رو به سوی اون دراز کنیم. ما در کشورهای مدرن آزاد زندگی می کنیم که در واقع جامعه فرانورم‌گرایان از حق و حقوق بسیار زیادی برخوردار هستند. جنبش گویر دستاوردهای بسیار شگرفی داره، اینجا میتونن ازدواج کنن به طور قانونی، از حمایت قانون، رویه قضایی و بسیاری از حقوق دیگر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی برخوردار هستند. پس بر ماست که باید بدونیم و آگاه باشیم و دانش کسب کنیم، چرا که بسیاری از نزدیکان ما از اعضای این خانواده هستند، از اعضای جامعه انسانی فرانورم گرایان هستند و به دلیل عدم دانش ما ناگزیر از پنهان زیست کردن و در دروغ زندگی کردن هستند. بنابراین بخشی از مشکلات عمده‌ای که این عزیزان دارن با خانواده
اقوام، دوستان و نزدیکان آشنایانشون هست که بنابراین ما باید انگشت اتهام رو به سوی خودمون دراز کنیم و با کسب دانش اجازه بدیم که هر کسی خود واقعیش رو زندگی کنه. خب مهناز عزیز، شما تو صحبتتون یه جا صحبت از احکام شرعی در مورد مجازات همجنسگرایان کردید. خب اگر منظور اسلام هست که خب از 1400 سال پیش قوانین مشخصی مجازات های مشخصی رو تعبیه کردن، منتها اینجوریه که مثلا مجازات همجنسگرایی مردان که قرآن و احکام شرعی اسلام اسمشو میذاره لواط، و همجنسگرایی زنان که اسمشو میذاره مساقه، ابتدا شلاق هست، شلاق میزنن، منتها در صورت تکرار جرم از دیدگاه اونا مثل شرب خمر، مثل نوشیدن مشروبات الکلی که ابتدا شلاق میزنن بعد، ولی در صورت تکرار جرم مجازات اعدام داره. اما همجنسگرایی حتی بار اول هم در یه حالت مجازات مرگ داره، و اون در حالتی است که دو نفر، مرد یا زن، که با هم رابطه برقرار میکنن، یک نفرش مسلمان و یک نفرش غیر مسلمان باشه، برای اون فرد غیر مسلمان حتما حتی بار اول مجازات مرگ در نظر میگیرن. دومی که گفتید در کشورهای مدرن اکنون همجنسگرایان، دوجنسگرایان و فرانورمگرایان از حقوق زیادی برخوردارن، درسته، این در سایه مبارزات به دست اومده، ولی حتی در زمینه ازدواج هم تا کنون فقط اگه اشتباه نکنم 13 کشور هست که پذیرفتن رسما. در مثلا آمریکا، مهمترین کشور پیشرفته سرمایه‌داری، در برخی ایالت ها این جایز هست، در بسیاری از در واقع اکثریت قریب به اتفاق کشورها ازدواج همجنسگرایان رو به رسمیت نمیشناسن. حالا من یه سوال دیگری که دارم اینه، معمولا نهادهایی که ایجاد میشه در دفاع از حقوق همجنسگرایان، من میبینم، البته من نظرم در مورد شخص شما نیست، من میدونم شما علاوه بر مبارزه به هر حال برای حقوق همجنسگرایان و حق گرایشی جنسی، برای حقوق بشر، برای جنبش زنان، برای حقوق زحمتکشان، بر علیه جنگ و اشغال، اینا مبارزه میکنید. ولی برخی نهادها، مثلا فیسبوکی هست، در یکی از فیسبوک ها مثلا رنگین کمانی ها، من اینو که چک میکردم، جز نشان دادن عکس هایی که مردان مثلا همدیگر رو میبوسن یا زنان همدیگر رو میبوسن، انگار هیچ مشغله دیگر نداره. یعنی این نهادهایی که در دفاع از حقوق همجنسگرایان ایجاد میشه، انگار هیچ مسئله بشری و انسانی دیگری وجود نداره که اینا موضع بگیرن. من بخوام مقایسه بکنم، مثلا پیروان دین بهاییت، خب یکی از اصول دینشون این هست که در سیاست دخالت نکنند، منتها از همین نهادها، تشکلها، چپ، مترقی، غیر مترقی، انتظار دارن که مثلا از حقوق اونها به مساوی یک اقلیت مذهبی در ایران حمایت بکنه، و کمان که خب همین نیروهای مترقی از جمله چپ این کار رو میکنن، ولی اونها برای خودشون این رسالت رو قائل نیستن که وقتی مثلا جنبش کارگر سرکوب میشه، جنبش زنان سرکوب میشه، فلسطین بمباران میشه و جنایت علیه بشریت اونجا صورت میگیره، انگار هیچ رسالتی ندارن به سایر مسائل انسانی بپردازن. یعنی مثل یک گتو، یه فرقه‌ای که فقط به مسائل خودش میپردازه. آیا این تشکل جدیدی که شما ایجاد کردید هم از همین جنس هست؟ یعنی مشغله جز حق گرایش جنسی نداره؟ من مایلم که توضیح بدم، و شاید قبل از این که توضیح بدم لازم است که این بخشی از هدف سازمان رو برای شما بخونم. سازمان فرانورمگرایان ماناو رو، هدف اساسی و بنیادی سازمان فرانورمگرایان، یعنی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس و به طور کلی فراجنسی جنسیتی ها، دستیابی به جامعه با ویژگی ها و خصوصیات متنوع و در این حال احترام به تفاوت های انسانی صرف نظر از گرایشات جنسی و هویت جنسیتی هر فرد انسانی است. اینکه چگونه افراد هویت یا گرایش خود را ابراز می‌دارند. در همین راستا سازمان فرانورمگرایان ماناو بر این باور است که همه انسان‌ها می‌باید فرصت‌ها، حقوق، وظایف
و حقوق و وظایف برابر برای زندگی داشته باشن. سازمان فرانورم گرایان مانا مبتنی بر اصول دموکراتیک بنا شده و به هیچ حزب، سازمان، نهاد و یا گروه خاص سیاسی و مذهبی ایرانی و یا خارجی وابسته نیست. اما این لزوماً به مفهوم این نیست که نسبت به جامعه انسانی بی تفاوت باشد و به مثابه یک نهاد دموکراتیک مستقل میبایست و شایسته است با سایر نهادهای فرهنگی، هنری، آموزشی و حقوق بشری در تمامی حیطه ها همکاری کنه. بنابراین من فهم میکنم به صراحت در اساسنامه ما مشخص شده که بحث و تمرکز ما صرفا این نیست که ما مسائل جنسی رو مطرح کنیم. اساسا یکی از چیزهایی که میتونم تأکید کنم برای اون این هستش که متاسفانه وقتی ما میایم تو حیطه و حوزه جامعه انسانی فرانورم گرایان بحث میکنیم، آنچه که بهش بیش از هر چیز یا صرفا بهش توجه میشه بحث مسائل جنسی است، در حالی که اساسا مسائل جامعه فرانورم گرایان صرف مسائل جنسی نیست. چرا؟ به این نحو که دو نفر، دو همجنسگرا، میتواند زن باشد یا میتواند مرد باشد، یا یک بایسکشوال یعنی یک دو جنسگرا، یا یک ترنس که هویت جنسیتی یا جنسی متفاوتی دارد که گاه میخواهد گاه نمیخواهد حق داره که تغییر جنسیت بدهد یا ندهد، اما هویتش به عنوان یک انسان شناخته بشه، در واقع صرفا بحثش داخل خونه یا مسائل رابطه جنسی صرف نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی که وارد جامعه میشه میخواد، مایل و لازم است، ضروری است که از حقوق اجتماعی برخوردار بشه، از حقوق سیاسی و اقتصادی برخوردار بشه. زمانی که میره موقع تحصیلش ازش پرسیده نشه که هویت جنسی چی است. میدونید که جامعه ما، حتی جامعه سوئد هم متاسفانه به جامعه زن و مرد تقسیم شده، یعنی شما باید یا مرد باشید یا زن. ما جنس سوم رو هنوز در کشور سوئد نداریم، در کشور آلمان داریم خوشبختانه، اونجور که من شنیدم هند و برزیل هم جنس سوم رو به رسمیت شناخته شده. ما جامعه رو در پی اون هستیم که در واقع جنسیت توش مطرح نباشه. آنچه که جودیت باتلر میگه، میگه چرا باید این کلیشه ها رو ما همچنان با خودمون داشته باشیم؟ چرا همچنان جنسیت باید اینقدر مهم و مطرح باشه؟ ما اگر این کلیشه ها رو بشکنیم، ما اگر فرای این چارچوب های کهنه که اصلا نمیتونه تو تعاریف جهان مدرن انسانی خودش رو بازگو کنه، اصلا بتونه تعریف کنه، چرا باید تو اون چارچوب ها، اون تو اون قالب ها باشیم؟ وقتی جنسیت رو ما فرای جنسیت فکر بکنیم، بنابراین فرد انسانی مسئلهش انسانی میشه، مسئلهش جامعه میشه، مسئلهش کل انسان ها میشه. بنابراین میتونه به مسائل حقوق کودک بپردازه، میتونه به مسائل دیگه بپردازه، یعنی خلاف جنگ میتونه علیه جنگ باشد، میتونه در کمپین های متفاوت شرکت بکنه، احساس مسئولیت بکنه. بحث ما بحث مناسبات انسانی است. در سازمان ما بسیار از کسانی که در کنار ما عضو هستن و دارن فعالیت میکنن، اتفاقا عضو این در واقع جامعه شاید کویر نباشه. البته این تقسیم بندی ها و این جدا سازی ها خیلی به نظر من دور از شأن انسانی است، ولی ناگزیریم برای که بتونم بیان کنم که هدف این سازمان چیست. ما بسیاری رو داریم در کنارمون که خوشبختانه بسیار هم تلاش میکنن و شاید خیلی بیشتر از کسانی که خودشون عضو این جامعه هستن. بنابراین ما به دنبال یک جامعه انسانی با درک متقابل تمامی شؤونات انسانی هستیم، اینکه بتونیم دست همو بگیریم. ما تو تعریف اهداف سازمان داریم که هر فرد انسانی میتواند به ما مراجعه بکنه و در هر زمینه حقوق بشری از ما کمک بخواد و ما با آغوش باز و تا حد توانایی هامون بهش کمک خواهیم کرد. ما تعریف نکردیم که صرفا اعضای این جامعه فرانورم گرایان جنسی به ما مراجعه کنند، و ما باز تعریف نکردیم که صرفا تو این چارچوب میخوایم کمک کنیم. اما واقعیت اینه که به هر حال در یک چارچوب تعریفی ما نهایتا گذاشتیم که آگاهی بدیم به جامعه، یک به خودمون، دو به جامعه انسانی، سه به خانواده ها،
میدونید که والدین هنوز مشکل دارن، خانواده ها مشکل دارن، اقوام مشکل دارن، جامعه هنوز خیلی مشکل داره. متاسفانه در همین کشورهای مدرن، همین متاسفانه در همین کشور سوئد، کسانی که نمیپذیرن، کسانی که دانش کافی ندارن و بیشتر هم اغلب متاسفانه به دلیل عدم دانششون ایجاد مشکلاتی میکنن تو مناسبات انسانی. پس بنابراین آنچه که ما هدفمون است برداشتن این موانع و گام برداشتن به سوی یک مناسبات انسانی هستیم تا بتونیم به آنچه که میخواییم، یعنی یک جامعه انسانی، یک جامعه انسانی فارغ از فقر، فارغ از جنگ، فارغ از تبعیض، و نه تنها جنگ، تبعیض، فقر و بسیاری از موارد منفی دیگه علیه همجنسگرایان یا دوجنسگرایان یا ترنس ها، بلکه نسبت به جامعه بشری است که ما خواهان این هستیم که با برداشتن این موانع راحت تر تسهیل کنیم گام برداشتن به اون جامعه. و چنان که خودتونم فرمودید، شخصا به عنوان کسی که زندانی سیاسی سابق هستم، دغدغه من در به موازات مسائل هویت های جنسی و جنسیتی، گرایشات جنسی و جنسیتی و حقوق اجتماعی و به حق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و ابعاد دیگه اونها کودکان هست، زنان هست، علیه جنگ هست، علیه نظام های استثماری و بردهداری نوین هست و علیه آن چیزی است که با انسان و انسانیت و بشریت مدرن در تضاد. نکته پایانی که من مایل هستم بهش اشاره بکنم این که من پیامم در واقع در چارچوب این سازمان، یعنی سازمان فرانورد‌گرایان مانا، پیام انسانی، پیام انسان دوستی به همه انسان هاست، برای درک متقابل بشری، برای درک متقابل و به رسمیت شناخته شدن و احترام به همه هویت ها، همه گرایش ها، همه تفاوت ها و همه گوناگونی هاست. همه گوناگونی ها و تفاوت ها اتفاقا مثبت است. ما در کنار این گوناگونی و تفاوت هاست که به رشد میرسیم. و در بخش دیگری میخواستم اشاره بکنم که در دوم آگوست هم البته ما تو فراپیمایان بودیم و خوشبختانه جمع کثیری به ما پیوستند در میانه راه با لوگوی خود سازمان فرانورد‌گرایان ماناو. در اونجا ما شرکت داشتیم، تیشرت هایی که درست شده بود و کلاه‌های فارغ التحصیلی که نشان افتخار افرادی بود که توی این جمع با ما در کنار ما حضور داشتن، هنرمندانی به ما پیوستن و اعلام همبستگی کردن و بسیار از نهادها و شخصیت‌های بسیار برجسته و قابل احترامی بودن که با پیامشون یا با حضورشون در اون صف به ما پیوستن. و بسیار من خوشحالم و از تک تک اینها تشکر میکنم و ضمن اینکه از شما هم تشکر میکنم که این وقت رو گذاشتید و میتونم پیام انسانی سازمان فرانورد‌گرایان ماناو رو به انسانیت و بشریت برسونم. و در اینجا باز هم میگم که ما نه تنها سازمان های موازی، بلکه سازمان های به طور کل حقوق بشری باید در دست دست در دست هم بدیم به کمک هم برای جهانی پر از صلح و عشق و نه علیه هم. چرا که اساساً جامعه‌ای که ما بخوایم توش به اون درجه از والایی و مناسبات انسانی برسیم جایی نیست که بخوایم علیه هم قدم برداریم. مهناز عزیز، شما این سازمان جدید تأسیس که فقط مخصوص سوئد نیست، یعنی یک نهادیه که افراد از کشورهای دیگر هم میتونن باش همکاری کنن، عضو به اون بشن. این سازمان از نظر جغرافیایی هیچ محدودیتی نداره، نه تنها از نظر جغرافیایی محدود به کشور سوئد نیست، با در اساسنامه‌مون ذکر کردیم که نه تنها به هیچ مرزهایی قائل نیست، بلکه به هیچ ملیتی هم قائل نیست و حتی ارتباطات بسیار خوب و وسیعی با داخل کشور با بچه های خودمون در ترکیه داریم و نه تنها ایرانی بلکه غیر ایرانی و در همینجا در کشور سوئد اعضایی داریم از کشور شیلی، از کشور کانادا، از خود همشهروندان سوئدی داریم و
از کشورهای دیگه و در میگم اساسنامه‌مون ذکر کردیم که مایلیم که با تمامی انسان‌ها از تمامی نژادها، ملیت‌ها، کشورها، گرایشات، هویت‌ها همکاری داشته باشیم، چون مبنای آنچه که ما براش این سازمان رو پایه گذاشتیم مناب یعنی انسانه. هنرمندی هم که در جمع ما پیوست، خوشبختانه هنرمندان زیادی بودن که متاسفانه میدونیم ما محدود وقتی داشتیم، ولی هنرمندی که حضور داشت در اونجا اجرای برنامه کرد خانم انیس معین بود که با صدای زیباش اونجا در خدمتش بودیم و ضمن اینکه از پروژهاش حرف زد و حمایت کرد از این سازمان و اهدافش، پروژه رو مطرح کرد که حقوق بشریه، بخشی از اون حمایت از این جامعه بشری است که قرار شده به صورت به زبانهای مختلف خونده بشه، یه بخشش که فارسی خودشون هستن، بخشای دیگهش هنرمندان بسیار معروفی هستن که اگر به زبان عربی هست یا اسپانیایی یا زبان فرانسه، هنرمندانی هستن که باشون همکاری کردن که بتونن یک در واقع پروژه کامل رو که بازگو کننده حمایت از حقوق بشر باشه توی این به زبانهای مختلف بیارن که بخشش هم خوشبختانه حمایت از جامعه انسانی فران رومگرانان است که قرار است توش گنجونده بشه. خب مهناز عزیز، خیلی ممنون از اینکه با بینندگان تلویزیون برابری همراه بودی. به امید جهانی که هیچ انسانی به خاطر حق گرایش جنسیش مورد سرکوب و تبعیض و تحقیر قرار نگیره. ممنون از تو. خیلی متشکرم از شما و همچنین از بینندگان عزیزتون و این فرصتی که به من دادید که در خدمتشون باشم. موفق و پیروز باشید.